جلد دوم از کتاب چهار واژه درس هفتم بخش کلمات اولین کلمه بیسس بیسس یعنی مبنا پایه اساس بیسس ببینیم خودش چی گفته تو دو سامسینگ آن تایمز how often you do it یعنی انجام دادن کاری بر مبنای زمانی یعنی اینکه هر چند وقتی انجامش میدی مثالش رو بخونیم My grandfather gets his hearing checked on a yearly basis یعنی پدر بزرگ من میده شنواییش رو چک کنن سالیانه ببین My grandfather یعنی پدر بزرگ من gets his hearing checked یعنی میده شنواییش رو چک کنن on a yearly basis یعنی سالیانه ببین وقتی میگه yearly basis یعنی مبنای پدر بزرگ من برای چک کردن گوشاش سالیانه است سال یه بار میده گوشاش چک کنم براش پس یه بار دیگه My grandfather پدر بزرگ من Gets his hearing checked میده شنوایش چک کنن یه نکته اینجا وجود داره هر موقع get اومد بعد something اومد یعنی یه چیزی بعدش اومد بعد فیل بیاد قسمت سومش بیاد یعنی اینکه ما میدیم اون کار رو یکی دیگه برای ما انجام بده ببین اینجا وقتی میگه his یعنی پدر بزرگ من داده گوشش رو براش چک کنن یعنی شنوایش داده یکی دیگه براش چک کنه اوکی؟ بنابراین یه بار دیگه my grandfather پدر بزرگ من gets his hearing checked یعنی میده شنوایش رو چک کنن on a yearly basis یعنی سالیانه بنابراین کلمه basis basis یعنی مبنا basis کلمه بعدی biology بایالجی یعنی زیست شناسی we learned about the human hearts in biology class یعنی ما یاد گرفتیم درباره قلب انسان تو کلاس زیست شناسی we learned about ما یاد گرفتیم درباره the human heart قلب انسان این بایالجی کلاس توی کلاس زیست شناسی کلمه هیومن یعنی انسان هارت قلب بایالجی زیست شناسی بنابراین کلمه بایالجی بایالجی, بایالجی، یعنی زیست شناسی کلمه بعدی کیج کیج یعنی قفس کیج وی پوت parrots in their کیج ات نایت یعنی ما توتیها ها رو شبا تو قفسشون میذاریم ویپوت پوت ما میذاریم د پرتس یعنی اون توتیا رو ایندر کیج توی قفسشون ات نایت شبا بله من این کلمه کیج کیج یعنی قفس کیج توی تصویر هم کامل میبینید کلمه بعدی کالیگ کالیگ یعنی همکار کالیگ my colleague helped me finish the job یعنی همکارم به من کمک کرد اون شغل شغلو یا اون کار رو تموم کنم my colleague همکارم helped me به من کمک کرد finish the job یعنی اون کار رو تموم کنم بنابراین این کلمه کالیک کالیک یعنی همکار کلمه بعدی کالنی کالنی یعنی مستمره کالنی the USA was at one time a colony of Great Britain یعنی آمریکا یا ایالات متحده آمریکا یه زمانی بود مستعمره بریتانیای کبیر ببین the USA یعنی ایالات متحده آمریکا was بودش at one time یه زمانی a colony of مستعمره Great Britain یعنی بریتانیای کبیر بنابراین کلمه کالنی کالنی یعنی مستعمره کالنی کلمه بعدی دیبیت دیبیت یعنی بحث کردن یا مناظره کردن دیبیت The husband and wife debated over which TV to buy یعنی اون شوهر و زن یا اون زن و شوهر بحث کردن روی اینکه کدوم تلویزیون رو بخرن ببین The husband and wife یعنی اون شوهر و زن Debated over یعنی بحث کردن روی Which TV تو buy کدوم تلویزیون رو بخرن بنابراین کلمه debate debate یعنی بحث کردن یا مناظره کردن کلمه بعدی depart depart یعنی اعزام شدن یا سپار شدن depart the plane departed for italy at 3 this afternoon یعنی اون هواپیما اعزام شد به ایتالیا ساعت 3 امروز بعد از ظهر ببین the دیپ، plane یعنی اون هواپیما departed for italy یعنی اعزام شد به ایتالیا at 3 یعنی ساعت 3 this afternoon یعنی امروز بعد از ظهر بنابراین کلمه دیپارت دیپارت یعنی اعزام شدن راه سفار شدن دیپارت تن بعدی دیپرس دیپرس یعنی افسرده کردن دیپرس the bad news from work depressed the man یعنی اون خبر بعد از کار اون مرد رو افسرده کرد ببین the bad news یعنی اون خبر بد from work از کار depressed the man. یعنی اون مرد رو افسرده کرد بنابراین کلمه depressed depressed یعنی افسرده کردن depressed کلمه بعدی factual factual یعنی واقعی درست ببینیم خودشی گفته When something is factual یعنی اگه یه چیزی factual باشه It is true یعنی اون درسته بنابراین کلمه factual یعنی درست یا واقعی John learns about history from factual books یعنی جان یاد گرفت در مورد تاریخ از کتاب های درست یا از کتاب های واقعی منظورش که جان از کتاب های درست تاریخ یاد گرفت John لرن جان یاد گرفت جان لرنز about history جان یاد گرفت در مورد تاریخ فرام factual بوکس از کتاب های درست از کتاب های واقعی بنابراین کلمه فکتوال فکتوال یعنی درست یا واقعی کلمه بعدی فاسینیت فاسینیت یعنی شیفته کردن فاسینیت the kitten was fascinated by the ball of yarn یعنی اون بچه گربه شیفته شد توسط توبی، توپی از نخ یعنی منظورش نیست که اون بچه گربه شیفته اون توپ نخ شد ببین بنابراین fascinate یعنی شیفته کردن دیگه میگه the kid kid یعنی بچه گربه کمه fascinate یعنی شیفته کردن ولی وقتی میگه was fascinated یعنی شیفته شد اوکی؟ بنابراین the kid was fascinated یعنی اون بچه گربه شیفته شد by توسط the ball of yarn یعنی اون توپ نخ ببینید کلمه یارن یعنی ریسمان یا نخ کلمه همی بال هم توپ دیگه بنابراین وقت میگه the ball of yarn یعنی اون توپ نخ بنابراین the kid was fascinated باید بالا بیان. یعنی اون بچه گربه شیفته شد توسط اون توپ نخ یعنی بچه گربه شیفته اون توپ نخ شد بنابراین کلمه fascinate fascinate به معنای شیفته کردن هستش fascinate کلمه بعدی mission mission یعنی معمولیت mission the woman's mission was to Help sick people یعنی معمولیت اون زن این بود که به آدم های مریض کمک کنه The woman's mission معمولیت اون زن Was to? این بود که Help کمک کنه به sick people یعنی آدم های مریض بنابراین کلمه mission Mission یعنی معمولیت Mission کلمه بعدی Nevertheless nevertheless یعنی با وجود اینکه با اینکه nevertheless he is usually friendly nevertheless he wasn't this afternoon میگه اون آقا معمولا مهربون صمیمی فرندلیه nevertheless یعنی با این حال با وجود این he wasn't this afternoon امروز بازور اینطور نبود فرندلی نبود ببین he is usually friendly اون آقا معمولا فرندیه نوردلس با این وجود با این حال هی wasn't this afternoon. یعنی امروز بازور اینطور نبود بنابراین این کلمه نوردلس نوردلس یعنی با وجود این با این حال نوردلس کلمه بعدی اکیپیشن اکیپیشن یعنی شغل اکیپیشن My father's occupation is a dentist یعنی شغل پدر من دنون که My father's occupation یعنی شغل پدر من is هستش a dentist یه دنون بزشک بنابراین کلمه occupation occupation یعنی شغل occupation کلمه بعدی overseas overseas یعنی خارج overseas John often goes overseas for vacations یعنی جان معمولا برای تعطیلات به خارج از کشور میره جان often یعنی جان اغلب گفتم معمولا معمولا نه اغلب جان often جان اغلب goes overseas یعنی میره خارج for vacations برای تعطیلات بنابراین کلمه overseas overseas یعنی خارج کلمه بعدی persuade persuade یعنی متقاعد کردن persuade the children persuaded their parents to buy them gifts یعنی اون بچه ها والدنشون رو متقاعد کردن که براشون کادو بخره هدیه بخره the children اون بچه ها persuaded متقاعد کردن their parents والدنشون رو to buy them که براشون بخره gifts کادوها هدایا بنابراین کلمه persuade پرسوید یعنی متقاعد کردن پرسوید تن بعدی روت روت یعنی مسیر روت I saw many new houses along the route to the city یعنی من دیدم خونه های جدید خیلی زیادی در امتداد مسیر منتهی به شهر ببین I saw یعنی من دیدم many new houses یعنی یه عالم های جدید along یعنی در امتداد the route to the city یعنی مسیر منتهی به شهر، OK the route to the city یعنی مسیر, بشر. مسیر منتحی بشر. روت. روت به شهر، مسیر منتهی به شهر. بنابراین کلمه route route به معنای مسیر هستش. route کلمه بعدی ruins ruins یعنی خرابه ها ruins I visited some interesting ruins in Greece یعنی من بازدید کردم خرابه های جالبی رو توی یونان یا من چند تا خرابه جالب رو توی یونان بازدید کردم ببین I visited یعنی من بازدید کردم من ویزیت کردم some interesting ruins یعنی چند تا خرابه جالب و انگلیس توی یونان بنابراین کمه روانز روانز به معنای خرابه هستش روانز کمه بعدی سکالر سکالر یعنی دانش پجو سکالر ببینیم خودش چی گفته گفته سکالر is a person who میگه یه اسکالر شخصیه که استادی سامسینگ یعنی چیزی رو میخونه and knows much about it. و خیلی در موردش میدونه بنابراین اسکالر به کسی میگن که چیزی رو میخونه و در موردش خیلی اطلاعات داره خیلی میدونه همون دانش پجو میشه دیگه The scholar knew much about art یعنی اون دانش پجو در مورد تاریخ هنر خیلی میدونه ببین the scholar یعنی اون دانش بجو نو یعنی میدونست much خیلی about درباره art history تاریخ هنر بنابراین اون دانش بجو در مورد تاریخ هنر خیلی میدونست the scholar knew much about art history بنابراین کلمه scholar scholar یعنی دانش بجو کلمه بعدی significant significant یعنی مهم برجسته ببینیم خودش چی گفته when someone or something is significant یعنی وقتی کسی یا چیزی significantه they are important یعنی اونا مهم هستن بنابراین کلمه significant یعنی همون important یعنی مهم اوکی؟ میگه I read many significant novels as a literature major in university یعنی من خوندم یه عالمه رومانهای برجسته یا رومانهای مهم به عنوان رشته ادبیم توی دانشگاه ببین I read من خوندم many significant novels یعنی یه عالم رمان مهم از literature major in university به عنوان رشته ادبیات توی دانشگاه کلمه literature یعنی ادبیات major یعنی رشته اینجا وقتی گفته از literature میجر یعنی توی رشته ادبیات این یونیورسیتی یعنی توی دانشگاه بنابراین I read many significant novels یعنی من خوندم یه عالم رمان مهم از literature میجر این یونیورسیتی یعنی به عنوان رشته ادبیات توی دانشگاه بنابراین کلمه significant significant یعنی مهم یا برجسته کلمه آخرم والکینو والکینو یعنی کوه آتش فشان والکینو When the volcano erupted, a smoke and heat filled the air یعنی وقتی که کوه آتش فشان فوران کرد دود و گرما هوا رو پر کردن ببیند وقتی که the volcano یعنی کوه آتش فشان یا اون کوه آتش فشان ایرابتد کلمه ایراپت یعنی فوران کردن ایراپتد فوران کرد اسموک ان هیت یعنی دود و گرما فلد ایر کلمه فلد یعنی پر کردن دیگه فلد ایر یعنی هوا رو پر کرد بنابراین والکینو والکینو یعنی کوه آتش فشان والکینو اوکی okay, بچه ها. این پایان کلمات در شما هفت بود و که دوستش داشته باشید اگه دوست داشته دوست داشتید و چیز جدید گرفتید ما رو لایک کنید و این کارسوید داشتید حتما کامنت بذارید و اگه تازه با کانال ما آشنا شدید خیلی خوشحال میشم که ما رو سابسکرایب کنید و عضو کانال بشید و اون زنگوله کانال هم اگه بزنید کمک میکنه فاصله بعد از اینکه ما ویدیو منتشر کردیم ویدیو برای شما فرستاده بشه بتونید ویدیو رو تماشا کنید بازم مرسی که تا این لحظه با ما بودید ممنون از شما روزتون بخیر خدا نگهدار